قهرمان تو خوب باشه با گیم پلی بازی ولفنشتاین دی نیو اوردر در خدمتتونیم. یه دیگه دیدم انقدر بازی نمیاد، یه 7 8 سالی و 6 سال نه نه 7 سال دیگه. چه سری دوست، منو عادت کردم تازه بگم 2021 الان 5 ماه دیگه 2022 میشه دیگه، چه وضعش دیگه. من تو فاز 2020 ام. ولفنشتاین دی نیو اوردر در خدمتتونیم، بازی که دوش بوده 7 سال پیش اومد. این دو تا آیتم هم قرار دور از بازی 2014 قرار بزنم براتون، اینو دیزانر، حالا یه بازی دیگه هم قرار بزنم، تصمیم نگرفتم سومی شیه. فوق العاده است بازی ولفنشتاین، اگه بازی نکردید و اف پی اس دوست دارید میشینید بازی کنید بچا، این داستان خداست. دوش حالا بهترم میشه داستان، ولی خیلی کلا بازی جوابیه. از اون بازی هست که مثلا آدم بازی میکنم که ای چون این مداش چند هشتاده، حتی مثلا یه بازی آشقال میگه که هشتاد میمونه، مثال زدم هشتاد نو، حالا منظورم بالاتر از این. دوش 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 ولفنشتاین مثل رزیدنت ایویل همون اول، یه ساعت اول، ولی فرق داره این که یه ساعت اول دو تا سناریو بهتون میده که میتونید انتخاب کنید بین مرگ دو نفر، حالا اینو انتخاب کنین، یه سری تفاوت داره. رزیدنت ایویل حالا مثلا یه ساعت و نیم خالص فرقش بود به دو سناریو، دو شده هم میگم ها، دو سناریو لیانا و کلر در یه ساعت و نیم بود دیگه. حالا یه سری پازل های ریزم بود این وسط که فرق داشت، اما این اینجوری نیست دیگه، این کلن یکی سناریوهاش، یه سری پازل ها فرق داره، اینجوری مسیر و میشن ها همه اینا یکیه، یه سری کاراکتر ها و پازل نداره اصلا، بازی داشته بودن پازل، یه سری کاراکترها و یه سری گانا و اینا فرق داره، یه سری ابیلیتی ها و این چیزا فرق داره، من بقیه مسیر و اینا همه یکیه. کلا خیلی بازی جذابیه ولفنشتاین. دوش 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 خیلی داستان خیلی خوبی داره ولفنشتاین. هم اگه نمیدونید نسخه اولش که اومد سال 1900 خورده ای گیم آف دی ایر شد ولفنشتاین 3D که میتونید تو همین بازی هم بازی کنید، تو کمپ برید اون بالا یه جای خوابه اونجا داشتید نایتمه بزنید، میتونید برید ولفنشتاین 3D تو همین بازی بازی کنید که خیلی حال میده. دوش هم داره اتفاقا ولفنشتاین 3D میتونید بازی کنید. چی شده؟ ای گان جدید گرفتم، اسنویپ سیمیوز آقا قشنگ خوشونت موشونت هم که دیگه اصلا صحبتش نکن، ماریو بازی خیلی بازی خوشونتش بالا، اصلا نزدیک یه بچه هم نبرید بازی بازی شد، باکس شاتش هم نشون ندید، اگه میخواین برای بچه بازی بگیرید اصلا نزدیکش نرید، یا اصلا بچه یه ربطی نداره، یه سری خوشونت تال نمی کنن حالشون بد میشه، اگه شما از اون دست از افرادی باکس شات بازی مثلا نهیدید، چون خیلی بازی خوشونتش قریبا عجیبا ولا غیر تدوش کجا دارم راه گم کردم مپ و خب بذار کو انزاده اینجا دیگه چیش این و نمیبینم چرا ریز بود هولی شیت هولی شیت اوکی. خیلی کلا بازی جواب و جذاب و چی میگم بازی که میگیره، یه سری بازی بودم نیم ساعت بازی میکنه خسته میشه، یه سر بازی میکنه قشنگ کلافه میشه دیگه میرسم هر دو سه روز بعد دوباره به سراغش، این هم یه کله آدم بازی میکنن. این داستان خوبی تعریف میکنه، گیم پلی خوبی داره، خستتون نمیکنه، چیزای توموخ نداره، مثلا یه سری جاش بیاد به خاطر دلایلی که نمیگم که اسپویل نشه بعد استلس برید حدود مثلا دو سه دقیقه، این استلس اون سربازای مقابل تو تفنگ دستشون نیست، مثلا شاداف توم ریدر تفنگ دستشون بود نمیتونستی برداری، این مثلا اولش تفنگ دستشون نیست بعد اونایی که تفنگ دستشون دارن میتونی تفنگشون رو برداری، منطق داره بازیش، تو مخ نمیره بود چیز خیلی بد بود شاداف توم ریدر، یه لیوری داشت بعد استیلز میرفتی بعد همه جای بازی میتونستی تفنگ یعنی میار بعد از کشتنشون برداری، اینجا چون استیلز نمیتونست آمریکاست مخواد بخواد نمیخواد نه نمیخواد آقا نمیخواد خیلی وضعیت خرابه. خب بذار
ببینیم کجا باید بریم. و گرما هم که دیگه اصلا اینجا که چی سیبری 30 درجه است داداش، سیبری 30 درجه بالای صفر دیگه. ایران که دیگه به خودی خود گرم بود، الان که دیگه دهنمون داره سیری میشه. خب اهرم رو بکشیم. ما یه 8-9 دقیقه گیم پلی میخوایم بزنیم با هم دیگه، چون اصلا هر جوری بازی میرم اسپول میشه، خیلی داستانش خوبه، نمیخوام یه اتفاق بیفته اسپول میشه داستان، شاید دست بدرت. ما همون 1 ساعت 2 ساعت اول بازی، آره خیلی جلو نرفتم، از جلو فیلم برداری نکردم که اسپولی هیچی کلم نبینید از بازی، از داستان فوقالعادش اذیتتون نکنه بعدا که خواستیم بازی کنید. حالی یه نوشگه، یه نکته بعدی که داره ولفنشتون دودوش، فکرم بوله چیزیه، حجمش زیاده، بازی رو پی سی حجمش 40 خورده گیگه، الان همه نسخه هاش حجمش زیاده، یا دانلود 40 گیگه ها، باید همون 40 گیگ رو میزنی نصب میشه. کجا باید برم؟ باید برم بالا، خب باید بیام پایین. اوکی نهیدم. مثلا این ظاهر این گانی که الان دست منه تو اون سناریوی دومش فرق داره، اینجوری باید که بیشتر از اینه. حالا من یه مثال زدم فقط، کلا هم ولفنشتاین بازی سختیه، ما اصلا فاز بر نداره که بازی آسونه. او نه زخم میکنه مخصوصا دوش، ولی که شکم ساده تره. یه دی ال سی هم داره بازی، یه دی ال سی استندالون مثل دوش مثل دی ال سی چیز اسپایدرمن مایلز مورالز، یه استندالونه تقریبا دی ال سی دیگه، بازی کوتاه. اون دی ال سی ش هم زومبی تور و سری چیزا داره، خیلی جالبه. اسمش هم ولفنشتاین چی بود اسمش؟ بذار این شارژ کنم. چی بود ولفنشتاین نیو کولوسوس که دوش بود، The New Order یکش بود، The Old Blood اون DLCه بود، یادم اومد. چیز جوابیه کلا بازیه. بذار ببینم کجا باید بلیوز. من این میونیس سریع تون تو میرم، چون یه بار بازیش کردم به جز این بار که این دفعه دوم دارم بازیش میکنم. خانه خیلی اذیت میکنه، بعضی جاها گم میکشه مسیر رو، گم میکنه مسیر رو، نمیدونی کجا باید برید. حتی مفت داره ولی خب بعضی وقتا اذیت میکنه بازم بازی. اوچ هولی شیت، کلا اکشن چی بازی کم نداشته، از اکشن ماشین سواری داره بعضی جا، از این جانگولرها داره، از این جانگولرها که الان داره میبینی کیسه سرشو بیرون کرده یورو داره میزنه. آقا اسکول توفنگو بده بیرون، چه سر تو میدی بیرون؟ نمیخواد من ببینی اون پایینم من. What the fuck. باید بزنیم جاش، یادم باید چی باید میکنیم. بلو چی شد؟ تموم شد، رفت میشه بعد. خب امیدوارم لذت برده باشید با گیم پلی بازی ولفنشتاین The New Order، یا ولفنشتاین یک The New Order در خدمتتون بودیم. بازی که 2014 اومد و متاش 80ه، از اون بازی که واقعا در حقش دور میشد به خاطر قیمت 60 دلاره. میتوش حداقل به نظر من 86 و 7 میشد، دوش هم 88 شد، 89 شد بکنم دوش ببخشید. دوش برای نینتندو سویچ هم اومده حتی، این نه این نمیدونم اومده یا نه، ولی دوش یادم اومد که خیلی رو نینتندو فاجعه بود، میتوش 40 خورده 60 خورده نینتندو. خب یادتون نه لایک کنید، سابسکرایب کنید. خدا نگهدار.